کوچه ها بن‌بسته، خونه ها خاموش، قصه ها غمگین، شهر ها فراموش. شهر شب خوابه، شهید ها بیدار، خط خونشون رو تن دیوار مونده یادگار. شهر شب خوابه، شهید ها بیدار، خط خونشون رو تن دیوار مونده یادگار. کوچه ها بن‌بسته، خونه ها خاموش، ها غمگین، شعر و فراموش. آسمون تاریک، ماه پشت ابره، خنجر خورشید تو مشت ابره. فردا که وا میشه اخم آسمون، خورشیدو میبینیم تو پنجرمون. رویای کوچه ها خورشید فرداست، فردا که هر راهی به سمت دریاست. خورشید مال ما. راحت باش سرگرد. آقای بهزاد از ساواک تشریف آوردن. متهم قتل سرهنگ آسایشو منتقل کنن. قتل نه سرهنگ، ترور. جناب سرهنگ، تحقیقات نشون میده این پرونده قتله. هیچ جنبه امنیتی نداره که اسمشو بذاریم ترور. به هر حال این دستور از بالاست. باید تحویلش بدیم. خب جناب سرهنگ، گفتم دستوره. سرگرد، یه قراری با هم داشتی، گمون نمی کردم اینقدر کم حافظه باشی. قبل از اینکه بریم سر قول و قرارمون، یه نصیحت دوستانه بهت می کنم. آویزه گوشت کن. تو تازه داری نردبون ترقی رو میری بالا. یه کاری نکن نردبون از زیر پات کشیده بشه، ممکنه با سر بخوری زمین. من و تو ممکن از این به بعد خیلی با هم کار داشته باشیم، پس بهتره یه چیزایی بین خودمون حل کنیم. درس اول ادب و احترام. جناب سرهنگ میدونه ساواک بنگاه سر کوچه و کافه دم میدون نیست، سازمانه. احترامش واجب. جناب سرهنگ، من هنوز کارم با متهم تموم نشده، محرمت کنین یه چند روزی بهم وقت بدین. باز که خر خودتو سواری سرگرد. مگه نشدیدی؟ جناب سرهنگ فرمودن دستوره. خب جناب سرهنگ، شونه نزن سرگرد. سرگرد، یه مطلبی رو فراموش کردی. عذرخواهی. یه عذرخواهی به من بده کاری. بله، حق با شماست. معذرت میخوام. باریکلا، حالا شد.
واسه خاطر اینکه درس اولتو خوب یاد گرفتی میتونی حد اکثر تا فردا ظهر نگهش داری، بعد خودت میاری تحویلش میدی. از شما به ما رسیده دکتر جون. اگه مرحمت بفرمایید تو سفارش بنده رو به جناب سرهنگ بکنید ممنونتون میشم. اوضای مملکتو که خودتون بهتر میدونید. اگه کسی پارتی نداشته باشه کلاش پس معرکه است. سلام بنده رو به اهل منزل ابلاغ بفرمایید. خدا نگهدارتون. چی شد؟ هیچی، درست میشه. مادر من انقدر خودتو اذیت نکن، سر بیگناه پای دارم بره بالای دار نمیره. چرا تو این خراب شده بالای دارم میره؟ اگه نمیرفت وضع اوزامون این نبود که. اونم برای ما که تو هفت آسمون یه ستاره هم نداری. آدم دامادش جزء رجال باشه اون وقت دوره بیفتیم تو شهر دنبال آشنا بگرد. ای بابا از این سرگرد آبی که گرم نمیشه هیچ، دودش هم چشممونو کور میکنه. بالاخره بعد از این چند سال سگدویی تو این شرکت نفت یه چند نفر پیدا میشن که حرفمونو بخونن و تو این اوضاع احوال دستمونو بگیرن. آقا جون، دوست و رفیقای شرکت نفت شما چه دخلی به شهربانی و دادگاه داره؟ عزیز من، نفس این مملکت به نفت بنده. ما نفتی ها نباشیم این مملکت رو هواست. الهی خیر و خوشی نبینه اون که این بلا رو سرمون آورد. راستی امروز تو دانشگاه از یکی از دوستام آدرس وکیل خیلی خوبو گرفتم. الان میرم سراغش، حتما میتونه واسه بیگناهی داوود کاری کنه. ایشالا هرچی خیر. کت منم بیار ماهاش برم. الان؟ من میرم. تا الانش هم خیلی دیر شده. مریم جان وایسا منم بیام. که دیر نمی کنی. وقتی یه ساعت رو میذاریم برای قرار همون ساعت میایی. ما رو میدون گیر آورده دور میزنی. همین مونده بود تو ما رو بپیچونی. بزن زنگ و به افتخار قدوم مبارک جام سرگو. سلامتی جام سرهنگ. ناخوشی، مریضی، روز بعد از ایشون. چشم شور، چشم بد. بلند شو معمول تم شد. بفرم جام سرگو. قربونت برم، صفا آوردی، منور کردی، قلم چشما باشتی. آقا خدمت عارضم که مردی و مردونگی این روزا نادره. شما بفرمایید چرا؟ خب برای اینکه همه رو شما قبضه کردی دیگه. من خودم هفت خط روزگارم مردک، با این اراجیف میخوای من رنگ کنی؟ سعی کی باشم جام سرنگ؟ به جای این ادو اطفالات و شامورتی و زیاد بهتر گوشتو بدی ببینی چی میگه. آقا ما دیگه خلاف ملاف نمی کنیم. خلاف ملاف و خلاف کردم و گوشتم رو تاقچه. شما خلافکار که هیچ. اگه تو قهوه خونه من یه معتاد پیدا کردی فقط لب تر کنی. من خودم خیرشو میشستم و یه تیپه حوالش بکنم. وقت باد یار بود که امروز برای بگیر و ببند نیومدم، ولی پوستتو میکندم. پسر چرا نمیای چای جام سرنگ عوض کنی؟ چای سرد شد بابا. یختم نواد تو نواد کنات چی نواد نمیخوره جام سرنگ واسه من. نواد واسه چی بذاری؟ یختم پولیکی و خرما به سنگش برده بیار. الان چای میاره خدمت تو. سیاسک دست کجاست؟ ها؟ کی؟ سیاسک دست خودت به اون نزن. سیاسک دست جام سرنگ نیست که من خلاف نمیکنم. یادم رفته اینا رو، ولی یه خلافی کرد زندون جام سرهنگ. زنش امرو اومده بود اینجا، کلی آرز بود، فکر میکرد منم دست دارم، ولی اینجوری نبود. این آدرس رو میبینی؟ یک ساعت دیگه اینجا منتظر شد.
سلام علیکم ننه. علیکی سلام. شرمنده سر زوری بدخوابتون کردم. دستور دادن امر فوریه حساب ادب کردم. خب حالا با کی کار داری؟ خدمتتون عرض کنم ننه، با جناب سرنگ کار داشتم. خدا رحمتشون عمرشون رو دادن بشه. ای روزگار لاکردار، تو هم یه ساعت دست حقو گرفتن؟ ببینین ننه چه دور زمونه شده؟ نه بابا، چند روزه. برو بابا جون. برو خدا روزی تو یه جای دیگه حواله کن. برو. ای بابا گرفتیم اون ننه؟ همین الان پیغام داده بیام ببینیمش. ای بابا پدر من، میگم ما اینجا فقط یه سرگرد داریم و سلام. ای بمیره این یسی که فرق شاخ گاو و کمونچه رو نمیدونه. درسته همون سرگرده، درسته. حالا چی کارشون داری؟ البته ما که باهاش کاری نداریم، ایشون پیما میگشتن، حکمم کار واجبی هم دارن. چی؟ جناب سرگرد؟ با شما کار داره؟ یه جوری میگی با شما کار داره که انگار ما رو از تو چوب گرفتی. چرا سینجین میکنی ننه ما رو؟ بهش بگو آقا سیاه تشریف آوردن. جناب سرگرد، این آقا میگه با شما قرار داره. شما بفرمایید. بیا تو. سلام علیکم. در پشترت ببن. روم سیاه جام سگرد، سیاوش نادری هستم، متخصص در امور لوله کشی و لوله های روی کار، توی کار و کف کار و فنر و چاه. عوامری باشه خدا نکرده لوله ترکونده اینجایی؟ انتربازی بسته، بازش کن. چیو؟ اونو بازش کن. والا ما بغیر از لوله چیز دیگه باز نمی کنیم. دوره خلاف علف ما خیت کشیدیم خیلی وقته. اون کاری که ازت خواستم انجام بده، زود باش بازش کن. آخه نداره. ولی ابزار چه داره که؟ چون که دست خالی که نمیشه. سیاه بازی رو بذار کنار، بازش کن. محض احتیاط همرامه. سیاه اگه اسلحه دزدی میجستی کجا پنهونش میکردی؟ نگرفتیم جناب سگرد. چه فرمایشی فرمودی؟ گفتم اگه یه اسلحه دوزی پیدا میکردی کجا پنهونش میکردی؟ چه حرفی میزنی؟ گفتم به فرض. فرض حالیته؟ بله حالمه، ولی فرض محال. ما اگه بجوریم جناب سگرد اتفاقا یه جایی میذاریم جلو چش باشه که عقل هیچ عهد و ناسی هم بهش نرسه. سیاه سرگرد واز شد با آقا داباد انگوری. نفس تلاس. بفرما سیاه سرگرد، بفرما. باری شهر بیا برو پی کارت. همین؟ کرمتون همه قده؟ این هم فقط کرایه ماشینته. خوش اومدی. با اجازتون. کوکب خانم، حواست به این آقا سیاه باشه، دستش چسب داره. جایی درست نیومدین جناب. شیوا هستم. بله جناب شیوا.
عرض میکردن که جایی درست نیومدین. همین از سائه تونستم اطلاعاتی به دست بیارم که عمرن وکیلی دیگری نمیتونست. بالاخره بی خود نیست که تو این شهر بی این بزرگی فقط من یه نفر کابوسی رو مردم وکیل میشناسن، اونم به نام نیک. باید عرض کنم که پرونده هنوز به دادگاه فرستاده نشده. این هم حسنه هم عیبه. بپرسین چرا؟ حسنه چون شاید بشه با وثیقه آزادش کرد که خیلی آسونم نیست. حالا چرا عیبه؟ عیبه من به عنوان وکیل دست بالم به لحاظ قانونی بسته است. کاری که میتونم بکنم اینی که ثابت کنم اصلاً اصل اون دستگیری خبط بوده و خلاف قانون. این از کاری که من باید بکنم. حالا کاری که شما باید انجام بدین در حقیقت دوتا کاره. اول اینکه دستمزد من بالاست، البته وکیلای هم هستن این دوره برا ارزونتر میگیرن. استادم قدیمم میگفت هر چی پول بدی آش میخوری. یعنی چقدر؟ ناقابل. دستمزد من ناقابل. 20,000 تومان. 20,000 تومان؟ قطعا ارزش جون پسرتون بالاتر از این حرف هاست. اصلا نمیشه با پول قیاسش کرد. و اما ثانیاً اصلی که پسرتون معترف شده رو پیدا کنیم، زیر سنگم که شده پیداش کنیم. اگر تأکید میکنم از خاطر اینی که اگر گلوله ای از اون اسلحه شلیک نشده باشه خیلی راه رفتیم. اینه روش چه زبونی ها؟ شماره پلاک ماشینه دیگه نه؟ سیاه بازی در نیار داوود. منو نگاه کن، با من صاف باش. خیلی وقت نداری داوود، بفهم که میخوام کمکت کنم. میفهمم علی، میفهمم. ولی من دانشجوی فلسفه رو چه به خط و رمز و اسطرلاب. چرا پدرم باید اسلحه غیر از اسلحه سازمانیش داشته باشه؟ ها؟ من روحم از این حرفایی که میگه خبر نداره. از این اعلامیه ها چی؟ روحت از اینام خبر نداشت داوود؟ تو اینا رو میبردی واسه پدرم؟ راستشو بگو داوود، حرف بزن. وضعی من طوریه که اگه با پا را برم کفشم پاره میشه، با سر را برم کلام. با مخت را برو داوود، با فکرت، با اون چیزی که به صلاحته. خودت خوب میدونی که فهمیدم چی تو مخته. از رو سر کارت با ساواک بیفته. مبارزی؟ مخالفی؟ سلطنت رو قبول نداری؟ باش، اما چرا پدر من رو زدی؟ چرا میبردی داوود؟ خود سرهنگ میگفت اینا رو براش ببری؟ ها؟ سرهنگ هم میکرد، منم اطاعت. بازم حرفای صد تا یقاست. حق داری باور نکنی، تفکرها و ایدئالای پدرت با تو خیلی فرق میکرد. خب تو به هم بگو، بگو اون تفکرات چی بود که واسه مرگ اون شد؟ ببین داوود، خیلی پولای خراب نشده پشت سرت نداری. اونایی هم که داری، داری با پنهونکاری از بین میبریشون، داغونشون میکنی، نابودشون میکنی. من میرم یکی دو ساعت دیگه برمیگردم. با خودت خلوت کن، فکر کن داوود. هرچی باشه تو فامیل منی، من نفعتو میخوام. مطمئنی اتفاقی برای داوود نیفتاده؟ مادر این بار چهارم این سوال رو میپرسی. به خدا خوبه اتفاقی هم براش نیفتاده. الان آب تا زیر گردن داووده، نذارین از سرش بگذره. منو به چوب غریبی نزنی، اگه خبری از اسلحه دارین بگین.
سلام مادر، اومدی؟ سلام. سلام. خیلی پر روی که باز روز شد. شال و کلاه کنی بیا اینجا. اومدم بگم دیگه هیچ کاری از دست من ساخته نیست، یعنی از هیچ کی بر نمیاد. ساواک دست گشته رو پرونده، خیالم نداره برداره. بهم گفتن تا فردا زور داوودو تحویلش بدم، دستوره. اومدم برای آخرین بار ازت بخوام که اگه چیزی میدونی بهم بگی مریم، ردی، نشونی، سرنخی که منو به اسلحه برسونه. تو سرت چی میگذره؟ خیلی خودتو دست بالا گرفتی. به خیالت اگه چیزی میدونستم بهت نمیگفتم؟ پس دیگه چیزی رو پای من نذار. از اینجا به بعد دستم بسته است. مثلا تا الان که دستت باز بود چه گلی به سرمون زدی که از حال دستت بسته است جناب سرگرد؟ راستی، من بعد قبل از هر کاری یه نگاه تو آینه قدی بنداز، شاید از خودت خجالت بکشی. بگمونم همتون موافقین؟ ولی من فکر کنم اینجوری هول هولی میافتیم تو چاه، بهتر نیست بذاریم برای فرصت دیگه؟ تا فردا بیشتر وقت نداریم. اگه ببرنش ساواک دیگه کاری از دستمون بر نمیاد. من هنوز باورم نمیشه این کارو ادیب کرده باشه. یه جوری میگی ادیب، انگار طرف رئیس کل ساواک، اونم بله قربانگوی بالا دستیشه دیگه. بابا اینقدر غصه نخوری، من اینجوری نبینی. دیشب تا صبح بیدار موندم، یه نقشه حسابی کشیدم واسه اینکه داوودو فراریش بدیم. فقط باید حواستون رو جمع کنیم مو به مو درست انجام بشه، وگرنه من هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنم. ببین نادر جون، فردا ماشین ساواک میاد که داوودو از شهربانی ببره. ما با یه کامیون قرازه که خودم اونم جورش کردم میافتیم دنبالش. همچین که رفت سمت کمیته مشترک خراب شده تو توپخونه، من با سپر کامیون میزنم میچسبونمش بیخ دیوار همچین که جم نتونه بخوره. نه ریسکش بالاست، نیستم. اگه داوود چیزیش بشه چی؟ آبجی شما ما رو خیلی دست کم گرفتی. اگه مظفر صاحبو نمیدونه چطور کجا واس بخوابونه. حساب کار شلوغی و سر صدا و مردمم کردی، معلوم نمیکنه بلای سر کسی نیاد. حتما خودت هم میخوای بشینی پشت فرمون. آره دیگه، وقتی تصادف شد شما دوتا سر میرسین، مامورا کت بسته، داوود پر، مولای درز نقش مظفر نمیره. این کار خیلی خطرناکه نادر، من میترسم بدتر هممون تو خطر بیفتیم. راه دیگه ای داریم؟ داریم، جون همه در خطره، به خصوص داوود. تازه اگه بشه نقشا رو عملی کرد. یعنی میگه همینجوری بشینیم دست رو دست بذاریم؟ مگه خودت نگفتی اگه پاش به ساواک برسه دیگه نمیشه کاری کرد؟ من نگفتم دست رو دست بذاریم. من و غریب نقشه بهتری داریم. برای داوود غذا درست میکنیم، یه غذای سمی. نکته مهم اینه که باید مقدار سم کم باشه، در حدی که داوود فقط نسل باشه. مریم خانم و ناهید غذا رو میبرن برای داوود. حالت خوبه؟ بیا. نگران نباش، توکلت به خدا باشه، همه چی درست میشه.
اینجا معلوم میشه. لطف کنیم بدین صداش کنیم. نه خانم امکانش نیست، من که خدمتتون عرض کردم. خواهش میکنم برین صداشون کنیم، من کار خیلی مهمی باهاشون دارم. خانم من که خدمتتون عرض کردم امکانش نیست. جناب سرگرد تشریف آوردن بازداشتگاه بازدید، اجازه بدیم بیان. چش چی شده؟ چه خبر اینجا؟ طوری نشده، یه کاری باید دارم. باشه. امشب اومدم اینجا ازت یه چیزی بخوام. حالا میخوای اسمشو بذار درخواست، تقاضا یا هر چیز دیگه، مهم نیست، ولی میخوام که... چرا اینجوری حرف میزنی مریم؟ من حال روزی تو رو میفهمم. ببین درسته خیلی چیزا که نباید پیش میامده باعث این سردی ها و دلخوری ها شده. مریم درسته من و تو همه زیر یه سقف نرفتیم، ولی میدونم همه حرفات درسته، ولی این کارو برام انجام میدی؟ خب باشه، چه کاری؟ منو ببر پیش داوود. داوود؟ آره، خودت گفتی اگه پاش برسه به ساواک دیگه دستت بسته است، کاری نمیتونی انجام بدی. الان که دستت بازه، این کمترین کاریه که میتونی برام بکنی. انجام میدی؟ آره خب، ولی چه اصراریه امشب؟ برای شام درست کردم، میخوام باش حرف بزنم، شاید دیگه به این زودی ها نبینمش. اگه بیفته دست ساواک چی؟ خواهش میکنم ادیب، این خواسته زیادی نیست. پدر مادرم تو بد شرایطی گیر کردن، شاید حرف زدن من بتونه یه ذره مرهم درداشون باشه. با ذهنیتی هم که از تو دارن فکر میکنن دامادشون کنارشونه، نه مقابلشون. آخه خواهش میکنم ادیب. سلام داداش. سلام، اینجا چه کار میکنی؟ اومدم ببینمت، با هم شام بخوریم. شام بخوریم؟ مگه ایرادی داره؟ نه، من که خدامه. چه کار کردی؟ آقا جون و مامانم می آوردی دوره همی بیشتر صفا می داد. من بیرون منتظرم. باش
نمک نداره. مزاحم خلوت خواهر برادری تو نمیشم. کاری داشتی سلام کن. بهتون گفتم نمیخواد اینجا بیاری. یا چه کار کنی؟ صدفان فرزانه. بله قربان. من میرم خونه. کار متهم که تموم شد میفرستیش بازداشتگاه. کار مهمی داشتی تماس بگیر. چشم قربان. از آقا جون و مامان چه خبر؟ آقا جون که به روی خودش نمیاره، اما معلومه تو دلش آشوبه. به بهونه سیگار کشیدن میره بیرون و وقتی میاد از پف چشاش میشه خیلی چیزا رو فهمید. جایی که عصای دستش باشم شدم خواره کفشش. یارش نبودم که هیچی، بارشم شدم. غذا تو بخور. فکرم دست باخته مامانه. نه، از رستوران نادر گرفتم. تو که کشت مرده غذای نادری. آره هر روزشم هستم. سعی کن خیلی عادی جلو داوود برخورد کنی که به چیزی شک نکنه. چیزی شده مریم؟ نگرانی؟ نه، دارم به این فکر میکنم که نیم ساعت دیگه بیشتر پیشت نیستم. مزه عجیبی داره این قیمه، قبلا اینجوری نبود. چرا نشسته نگاه میکنی؟ بیا بزن دیگه. نه، دوست دارم غذا خوردن تو رو نگاه کنم. دیوونه شدی؟ حرفایی میزنی امشب؟ یه جوری حرف میزنی انگاری دارم شام آخر رو میخورم. چرا نگو؟ اگه بدونی با آقا جون چه وکیلی برات گرفتیم، چه وعده وعیدایی داده، اون وقت این چیزا رو نمیگی. چی میگفت؟ هیچی، میگفت یکی از دوستان معرفی کرد، رفتیم صحبت کردیم و قراره که بعد از اونجا میای بیرون. ناهید پایین منتظرته. مریم جناب سرمون، سر جدت به دادش برس. چه خبره؟ چی شده؟ این از درد خودش مثل مار داره میپیچه. جناب سرمون تو رو خدا بیا تو. داوود داداش بهتری؟ سرکار داوود خودت چه امبولانس خبر؟ بله قربان. داوود جان، داوود به دست خودم داداشم مسموم
انشالله که اتفاقی براش نمیفته. مهم اینه که دست ساواکی‌ها دیگه بهش نمیرسه. این خیلی مهمه. مطمئنم تا یکی دو ساعته دیگه داوود آزاده. آقای دکتر مرادی به اورژانس، آقای دکتر عزیزی به داروخانه. دکتر عجله کنید، دکتر رحمتی را خبر کنید. سریع‌تر، سریع‌تر. آقای نظری تلفن، آقای نظری تلفن. سلام، خسته نباشی. چجوری این خودشو به این سرعت رسوند اینجا؟ شوهرت جناب سرگرده دیگه، یادت رفته؟ دلم مثل سیر و سرکه میجوشه ناهید. نکنه چیزی شده؟ نه، الان سرکلشو پیدا میشه. نگران نباش، چیزی نشد. میترسم با اومدن ادیب نقشمون خراب شه. گفتم شوهرت جناب سرگرده، ولی نگفتم حریف نقشه ما میشه. نگران نباش، مطمئن نبرم پیداشون میشه. لطفاً فرزانه. بله مگه من نگفتم مراقب باشین؟ چه خبر اینجا؟ جناب سرگرده یه دفعه نصف شب حالش بد شد، افتاد وسط بازداشتگاه. نمی‌دونستیم چیکار کنیم، آوردیمش نزدیکترین بیمارستان. الان حالش چجوریه؟ والا دکترها اجازه ندادن وارد اتاق ریکاوری بشیم. اتاق کجاست؟ انتهای سالن دست راست. عدیب اومد، برو زودتر، تو اینجا نیده. چی رو نگاه میکنی؟ میگم برو. کجا برم پس داوود چی میشه؟ چه میدونم چی میشه، برو مریم و ناهید ورده اینجا ببر. مزفر مطلی چی؟ نمیشنفی چی میگم؟ براشون گردون خونه، هیچی هم بهشون نمیگی. میگی غریب داره کارها رو مرتب میکنه. باشه، هیچی مزفر. تو مطمئنی غریب؟ دیر شد، برو مزفر، برو. خدایی خودت کمک کن مریم.
این تنها راهی بود که ما میتونستیم داوودو فراری بدیم. مطمئنم با نقشه ای که نادر و بقیه کشیدن تا چند دقیقه دیگه برادرت پیشته. نمیشه، امکان نداره، تو اقما هستن. خانم من سرگوت هستایش هستم، بعد اون مریض اقما ببینم. نمیشه. آقای نظری تلفن. آقای نظری تلفن. چرا تنها اومدی؟ غریب و داوود کوشن. سوارشون اگم خان، سوارشون باید بریم. کجا بریم آقا مظفر؟ چی شده؟ هیچی نشده. غریب به من گفت من با شما بیام، خودش داوود از در پشتی فرارش میده. سوارشون بریم. آقا. بله. اینجا چیکار میکنی؟ نظافت میکنم. من از استخدامیهای جدیدم. یه چیزی شده، یه چیزی شده که اینقدر دست پاچه این. کجا هم دست پاچه است؟ چرا شما حرف میزنید تو دهن من؟ بابا غریب گفتش که اونجوری جلب توجه میکنه. شما بریم، من خودم فراریش میدم. ناید خانم شما یه چیزی بهش بگو. مریم بیا بریم، بیا بریم. مریم دکتر، من سرگرد آسایش هستم، میخواستم حالا اون بیمار رو بپرسم. دکتر با شما؟ جناب سرگرد، بهتره که صداتون رو بالا نبری، اینجا شهربانی نیست. من فقط میخواستم حالا اون بیمار رو بپرسم دکتر. به تو واقعا این سوال من شما داشتم که تو این شهربانی تو چی میگذره و چه بلایی به سر مردم میارید. دکتر داری از چی حرف میزنی؟ یه دقیقه برفام گوش بده. مگه چه اتفاقی برای اون افتاده ها؟ چه اتفاقی میخواست براش بیفته؟ مسمومیت حاد. چی بخورده این بدبخت دادید؟ مسمومیت. الان حالا چجوریه؟ خیلی دیر شده سرگرد، خیلی. برگرد با من باش باز، برگرد با من باش باز، من
محکومم بداد از این مسیر از این سفر برگرد برگرد از این مسیر از این سفر برگرد برگرد از من برنگرد برگرد و با من راه بی همراه باش وقتی سفر کوتاه نیست یک لحظه کوتاه باش شب هست شعر ما نیست وقتی تو روشن نیستی تقدیر تنها ماندن است تو او من نیستی تقدیر تنها ماندن است وقتی تو او من نیستی برگرد او من باش باز برگرد او من باش باز من بی تو محکومم بداد از این مسیر از این سفر برگرد برگرد از این مسیر از این سفر برگرد برگرد از من بر نگرد من مؤمنم به بودنت تا انتهای این مسیر بیا و باز با نفست قربت و از نگام بگیر من مؤمنم به بودنت قسم به خاطراتمون بذار که پا من بمونم به تو به عشق پاکمون نذار که شب کنم به تو بهونه دست دل نده نذار که باورش بشه بیهوده نبضش میزده نذار که شب کنم به عشق دلتنگیام و پس نده زخمی نکن پروازم و رویام و به قفس نده ببین چه غمگین